سکولاریسم تمام هدفش بیرون کردن دین از صحنه سیاسی جامعه است. این رو میخواد بیرون کنه. اگر این هدفه که به گونه این وضع میدون بدرش کنن، شیوه هایی که الان به کار میگیرن رو اگر حالا من چند تاشو اشاره میکنم ببینید بعد چقدر ظریف این شیوه ها، یعنی این شیوه ها به حسب ظاهر با هم ارتباطی نداره ولی ارتباط وسیعی دارن. مثلا ببینید ما همین جریان لیبرالیسم یا حالا به گونه ای با سکولار هم همخوانی داره، یکی از شیوه هایی که به کار میگیرن که تو مطبوعات ما فراوان هم دیده میشه ایجاد شبهه نسبت به باورهای دینی. یعنی هدف اینه که اون دین رو از گردونه خارجش کنن دیگه، مردم معتقد به دین رو حسبشون کنن. راهش اینه که اینها رو نسبت به دین بیتفاوت کنن. اگر مردم به جایی برسن که نسبت به دین بیتفاوت بشن، دیگه لازم نیست سپاه و لشکر بکشی براشون، خودشون میکشن کنار. اون وقت برای رسیدن به این هدف الان جامعه ما این شیوه ها رو به کار گرفتن. یک شیوهش اینه ایجاد شبهه نسبت به باورهای دینی. فراخون حالا اونایی که توی این زمینه ها کار میکنن میدونن چقدر زیاد. تا اونجا یکی از این اصلاح طلبها تو مجلس ششم علنا گفت مردم حق دارن توی مملکت علیه خدا هم تدارا کنن. یعنی وقتی این آدم میگه حق دارن مردم علیه خدا هم تدارا کنن، این اون شبهه رو نسبت به اون باوری که مردم دارن ایجاد میکنه. دیگه از امام صادق گرفته و وقتی نسبت به خدا هر شما نسبت به امام صادق و امام باقر و پیغمبر خیلی ساده است دیگه. مثلا ببینیم یکی دیگه در تحلیل سیاسی برگشت گفت بله اگر پیغمبر اونا رو در جنگ بعد نمی‌کشت اونا هم بچه‌ش رو کربلا نمی‌کشتن. کربلا نتیجه خونریزی پیغمبر در بدره. یه محور رو ببینید، محور ایجاد شبهه هست نسبت به باورهای دینی، همزمان با این تبلیغ اندیشه مخالف هم میشه. یعنی اندیشه های مخالف دین رو هم به گونه این تبلیغ میشه که مردم مجبورن این باورها رو بپذیرن، راه دیگه هم ندارن. الان تو همین جامعه ببینید اونقدر از این اندیشه های لیبرالیسم غربگرا اونقدر تبلیغ میشه مثل اینکه آسمان رو به زمین آمده که حتما باید همین اندیشه رو مردم بپذیرن، راه دیگه هم وجود نداره. در حال میگونی نیست، حتی منهای تفکر دینی هم که شما حساب بکنید در برابر اندیشه های غرب، اندیشه های فراوانی تو دنیا وجود داره. اصلا در خود غرب این اندیشه ها به بن‌بست رسیده. منتها بدبختی مملکت اینه که روشن فکرهای مملکت 300 سال بعد از اون که این حادثه در غرب اتفاق میفته تازه اینا میفهمن یه چیزی هست. اندیشه هایی که امروز روشن فکرهای منهای دین ما تو این کشور تبلیغ میکنن اندیشه هاییست که در قرن 16 و 17 تو اروپا همهش رو زدن به قول مثلا محروب بازشنش کنار میگه. یعنی به این نتیجه رسیدن که جواب نمیده. همزمان با این میبینید اون باور دینی رو سستش میکنه، از این طرف اون باورهایی که خودش قبول داره رو بدونه این تبلیغ میکنه که دیگه راهی غیر از این نیست و مردم مجبورن به همین راه برن. فراغون هم دیده میشه تو طرح‌های اقتصادی سیاسی حساب شده هم توی این قصه ها فعالیت میشه. باز ببینید از شیوه هایی که به کار میبرن تبلیغ مصادیق بیدینیه. یعنی هدف اینه که مردم رو بیتفاوت بکنن، مصادیقی که مظاهر ضد دینی رو تبلیغ میکنن به شیوه های مختلف از زمین این بدحجابی، فساد، رشوه. شما این بدحجابی رو میبینید، مثلا ببینید از فیلم تلویزیون ما گرفته تا سریالامون گرفته تا مطبوعاتمون گرفته، مثلا تو این مطبوعات که هیچ ربطی هم نداره صفحه جلد مطبوعات که مثلا این مجله هست عکس یه زن بی‌حجابی رو براق و برجستش میکنه. این چرا این کار میکنه؟ این دلش برای اوکنه سوخته دیگه. یه هدفی داره، اون هدفی که داره با این شیوه اعمال میشه. یعنی به حسب ظاهر این شیوه است، اما روند کار مصادیقش رو تبلیغ میکنه. حالا اصلا توی این مملکت بعد از آمالی که در آمد یه عده‌ای، نمیخوایم بگیم همه این عده‌ای که میرسن، یه عده‌ای واقعا پول میگیرن توی این مملکت که از این فاصله خیابون حرکت کنه تا اون فاصله خیابون در حساس‌ترین شرایط زمانی ازدحام جمعیت
فقط با لباس بسیار زننده و آرایش تمام عیار حرکت کنه. یعنی از این نقطه حرکت میکنه، پولشو میگیره، تا اون نقطه فقط میره برای ساختار شکنی، این ساختار رو بشکنه، دیگرون رو هم تشکیل کنه. یا مثلا ببینیم از همه شیوه هایی که به کار گرفته میشه، در کنار اینکه اون مصادیق ضد دین تبلیغ میشه، مصادیق دینی تحلیل و تخریب میشه. یعنی مثلا حجاب رو میبینید به گونه ای تخریبش میکنه، اگه تو سریالی هم چهار تا چادری میان، چهار تا چادری عقب مونده مشکل داره. اصلا میبینید دیگه هرچی نماد تمدن و پیشرفت و علم و اینه میده به دست بی‌حجاب‌ها، هرچی نماد عقب موندگی، بدبختی، آوارگی، دربدریه میده به دست اینها. حتی به گونه این تبلیغ میشه که همونی هم که چادر داره خجالت میکشه. میبینید تو جامعه این چادر داره، اما اینجا که میرسه چادر چه بر میداره، بعد اون طرف تنگیره با چادر چه میذاره. نماد دین از این ارزش های دینی رو به گونه ای تخریب میکنه که طرف ننگش میکنه. الان میدونیم دیگه به گونه ای ارزش های دفاع مقدس و کشور تخریب کردن که نه تنها رزمندگان جایگاه رو ندارن، ننگش میکنه بگه یه روزی من تو جبهه جنگ شرکت داشتم. چرا؟ چون به گونه ای حرکت کردین سمت سو که جرم تلقی میشه. اصلا پایبندی به اون ارزش در این جامعه سخت سوی حرکت اینجاست. میبینید مثلا ببینید محرم و نامحرمی یه ارزش تو تفکر دینی، ولی به گونه ای تبلیغ میشه که نه خیلی هم پایبندیش لازم نیست. نشد هم نشد. حالا یه کمه آروم میشکنه میشکنه تا یه جایی برسه. الان ببینید دیگه متاسفانه تو جامعه ما از این بگو به خندای محرم و نامحرمی که قصه تمام شده. گاه زن ما، مرد ما میشینه با یه نامحرمی به جوری بگو میکنه که با همسر خودش رو خانه کار رو نمیکنه. شکسته شده این رو دیگه در بستر این چند سال به گونه شکسته شده که نه قابی نداره. هدف ما هم همینه، این قاب رو بریزه. وقتی این قابه شکسته شد، بعد دیگه حمله بهش کار آسانی کار. ببینید اینا رو ما بهش میگیم جریان فرنگی. از اینجا مثلا یه تظاهراتی را میندازه، یه بهانه رو بهانه میکنه. مجموعه این حوادث رو اگر شما ببینید، اینا حوادث پراکنده است. منتها تو هر بخشی هر کسی که هست کار خودش انجام میده. این حوادث پراکنده رو وقت کنار هم بذارید، ببینید یه سمت سوی خاصی رو تعیین میکنه. نتیجه هم همونی که اون میخواده. ما میگیم جریان سیاسی. حالا در حادثه قتلندی و مومین علیه السلام ببینید در نگاه تحلیلی من شش تا جریان دخالت دارن. یعنی شش تا جریان سیاسی که گاه ممکنه پشت هر یک از این حادثه ده ها نفر فعالیت میکنن. اولین جریان به تعبیر من جریان قدرت طلبانه. تعریفی که من از قدرت طلب دارم اینه، کسانی که حاضرن به هر قیمتی به قدرت برسن. اینو ما بهش میگیم قدرت طلب. ولی به هر دلیلی که شما بگید جامعه روی خوشبینه ها نشون نمیده. الان میبینید تو کشور ما تو انتخابات که میشه ببینید طرف واقعا خودش میخواد قدرت رو به دست بگیره، ولی جامعه رو رأی نمیده. میاد پشت سر یه آدم ظاهر و صلاحی پنهان میشه، به توسط او به قدرت میرسه، بعد که به قدرت میرسه میگه آقا رو بیادش کنید. دو حادثه دوم خرداد دیدید دیگه، اونایی که پشت سر خاتمی پنهان شده بودن اونا واقعا قدرت طلب واقعی اونها بودن. یعنی اونا دنبال قدرت میگشتن، منتها جامعه اینا رو خوشی نشون نمیداد که رأی بده. او رو از اون بلچه ای استفاده کردن. وقتی به قدرت رسیدن دو کلیدها رو گرفتن پستان ها، حتی یه جا آقای خاتمی به رئیس دفترش یه جایی پرخاش کرده بود به این صورت که این چه کاریست که مثلا تو انجام میدی. با کمال وقاحت گفته بود تو منو نیاوردی اینجا که حالا از من بازخواست میکنی، دیگران منو آوردن. همین جریان به یک جایی رسید با کمال پررویی بندهشان گفتم خاتمی رو باید از قطار اصلاحات پیادش کرد دیگه.
یعنی ببینید قدرت طلبی که ما میگیم تعریفمون اینه، کسی که واقعا دنبال اینه که قدرت رو به دست بگیره ولی جامعه نشون نمیده بهش، میاد پشت سر این آدم کنار میشه. وقتی اون آقا به قدرت رسید در شرایط معین خاصی بروز میکنه. تو حادثه امیر طلحه و زبیر از این گماشن. ببینید طلحه و زبیر واقعا امیرالمومنین رو قبولش ندارن بدون تعارف. طلحه و زبیر 30 سال قبل نه. شما در حادثه شورای 6 نفره عمر ببینید طلحه و زبیر هستن ولی هرگز حاضر نشدن به علی رأی بدن. اگر اینها به علی اونجا رأی میدادن مسیر حادثه عوض میشد ولی حاضر نشدن رأی بدن. همین هایی که یه روزی جز به یاران علی بودند و کنار علی شمشیر میزدن همینجا حاضر نشدن. خب عثمان به قدرت رسید، روند حوادث هم به گونه دیگه عمل کرد. اینها هم در قتل عثمان دخالت داشتن ولی گیرم عثمان کشته شد، مردم اینا رأی نمیدن. هنوز که عثمان کشته نشده مردم رفتن به سمت علی. اینا ببینید اینا وقتی میبینن جامعه میره به سمت علی و خودشون به اون قدرت نمیرسن، بیشترین تلاش رو برای به قدرت رسیدن امیرالمومنین هم اینا انجام دادن. اون بار عرض کردم هر روز جمعیت را میداختن در خانه تظاهرات میکردن که بگین علی رو اصرار کنیم بیا. اولین کسی هم که با علی بیعت کرده همین طلحه است. هیچ مشکلی هم نداشته، هیچ زوری هم وجود نداشته. حتی در مدینه افرادی بودن که بیعت هم نکردن، امیرالمومنین کاری باشون نداشت. اما میبینید 6 ماه طول نکشید، یعنی 6 ماه تحمل نکردن که حکومت پا بگیره. سریعاً آمدن بهش گفتن ما با قدرت بزنیم سهم ما رو بده. اونتا سهمی که نه سهمی که تو مشخص میکنی، سهمی که ما مشخص میکنیم. بصره کوفه مال ماست، فقط تو انتخاب داریم تو کدوم یکیمون برای کجا باشه. حتی ببینید اینا اونقدر هم در درون خودشون هم نه خودشون رو قبول دارن نه علی رو قبول دارن. یعنی هر کدوم از اینها ادعا داره منم، من میخوام به قدرت برسم. سپاه عایشه که از مکه حرکت کرد وسط را اولین روزی که میخوان نماز جماعت بخوانن، چون نماز جماعت نماز جماعت معمولی نبود، مروان آمد هر دوشون رو کشید کنار گفت چی رو به عنوان امام جماعت اعلام بکنم که او هم رهبر جریان باشه. تا مبکی رو اعلام بکنم عبدالله زبیر رو پدر من رو اعلام کن. محمد پسر طلحه هم برگشت گفت پدر من رو اعلام میکنی. هر دوتاشون هم نشستم 5 نفری توی جلسه. اون میگه نخیر باید پدر من به عنوان رهبر مشخص بشه، اونم میگه نخیر باید پدر من مشخص بشه. مروان هم نتونست تصمیم بگیره، با بذار باشه برم پیش آیشه به اون مکبوها به پیش آیشه چی؟ آیشه هم اینا رو قبول نداره. آیشه برگشت گفت عبدالله زبیر پسر خواهرم رو برو اعلام کن به عنوان رهبر جریان. نماز اول هنوز خوانده نشده اختلافشون شروع شد. سعید ابن عاص آمد گفت هرگز نمیتونیم با هم کار کنیم، ما هنوز جنگی رو راه ننداختیم اینجوری در بازه مگر بیرون کشیم تازه اول در دیگه داخلی مون کار. ببینید این جریان حالا به عنوان نمونه بنا هم ندارم که اینها همه رو توضیح بدم، از هر یکیشون فقط یه نمونه میخوام عرض کنم که ببینید اصلا چجوری این پشت پرده این حوادث. دومی جریانی که تو این حادثه نقش داره من تعبیر زرندوزان یا ثروت طلبان میکنم. اینا کیان؟ اینا خودشون تیپ های مختلفی رو تشکیل میدن. حالا به عنوان نمونه ببینید واقعا این قدرت طلب نیست، اینا نوع تربیت انسان ها مؤثرها. یعنی گاهی ممکنه یه طرفی به دلیل شرایط تربیتیش به گونه ای تربیت شده که فقط دوست داره که مردم بهش احترام بذارن رئیس باشه ولی گرسنه هم باشه این نداره براش، حتی حاضر ثروتش رو هم بگذاره که فقط به قدرت برسه.
حتی بنای چپاول در قدرت هم نداره. ضعفش اینجا یکی میبینید نه ضعفش تو پوله، میخواد به قدرت برسه تو پول به دست بیاره. اصلا بنای ریاست نداره، نه ارزش داره نه انگیزش داره و نه میخواد، اون دنبال پوله. حالا اگر پول به هر شیوه ای تحریم بشه چه بهتر، این شیوه ها آسان‌ترین راه میشه. ببینید تو گروه در عصر امیر تو جریان مخالفین امیر حداقل سه تا گروه از این طیف وجود دارن. اولین طیف گروهایی هستن که اینها در زمان عثمان امتیازات ویژه میگرفتن، نه یارانه ای که امروز مطرحه. یعنی در زمان خلافت بعد از پیغمبر این امکاناتی که میامد کشور تحت عنوان فتوحات و فلان اینها رو بین مسلمان ها تقسیم میکردن. از همون زمان ابوبکر شروع شده بود، عمر، عثمان، منتها عمر یه شاخصه های خاصی گذاشته بود، به یه عده اولویت داده بود، برای جامعه اونا قابل پذیرش بود. یعنی عمر آمد بر اساس اینکه کیا اول مسلمان شدن معیار گذاشت، بعد هم مهاجرین اول و مهاجرین ثانی و اینجوری معیار گذاشته بود. عثمان که آمد همه این معیارا رو حذف کرد، معیار روی بنی امیه آمد، امتیازات اینجوری آمد. ببینید یه عده‌ای در عصر عثمان امتیازات ویژه می‌گرفتن، نه اون حقوق معمولی که همه دریافت می‌کردن. خب به محض اینکه علی به قدرت رسید اینا رو حذفش کرد. خب وقتی حذفش کردی ما این مثلا جلوت دیگه نمونه رو ببینیم. عبدالرحمن سلمی یه شخصیتی است برای خودش ولی یاد مخالفین امیرالمومنین. یه روز یه نفر در حضور جمع جلوش گرفت، تو عبدالرحمن میخوام یه سوالی ازت بکنم، کسر مهمی بود، گفت میخوام یه سوالی ازت بکنم ولی تو رو به خدا قسمت میدم صادقانه به سوالم جواب بده. اونم نمیدونست واقعا طرف چی میخواد سوال کنه. گفت قسم میکنم به خدا که اگر سوالت رو بلد باشم جواب بدم. برمو کرد و گفت بگو ببینم مخالفت تو با علی از کی شروع شده؟ غیر از این که اون روز اولی که علی بیت المال رو تقسیم کرد حق ویژه تو حذف کرد؟ اونم در حضور جمع گفت اگر قسم نخورده بودم پاسخ نمیدادم، ولی چون قسم خوردم میگم آره دعوای ما از هم شروع شد. تو این گروه ببینید یه گروه دیگه ای وجود دارن از این سروطن‌دوزای قضایی. اینها امتیاز ویژه نمی گرفتن ولی تو آشوب قتل عثمان یه چهره انقلابی خودشون گرفتن، یعنی یه چهره ای که طرفدار علی خودشون نشون دادن. متاسفانه این چهره نفاق رو بعدا نرز میکنیم، یکی از جریان ها همینه، بیشترین ضربه رو میزنن. تو همین مملکت اگر ببینید بعد از انقلاب یک شبه یه عده ریشاشون بلند شد، از آخوند بلندتر یقه های آخوندی صف اول جماعت و حسب ظاهر دیندارتر از همه، اما همین ها جای جاش بزرگترین ضربه رو به نظام دادن. شما اگر این ترورهای سال 60 که پشت سر هم هفته ای نبود تو سال 60، مخصوصا از 30 خرداد تا پایان تابستان، که این ترورهای کوری که هدفش فقط مریض کردن مردم بود، همه با اینجور چهره ها نشون داده می شود. چهره هایی که به حسب ظاهر، نمیخوام بعضی چیزا رو بگم، اصلا یه آدمی رو نشون دارم هنوز هم توی این مملکت زنده ایه، دفتردار یه آقایی بود، این هر کس میخواست بره به ملاقات آقا رضایت رو ببینیم، هر کس میخواست بره یه آقای انداخته بود، هر کس میخواست بره بهش میگفت ببخشید وضو گرفتی میخوایی بری خدمت آقا. بعد اون بنده خدا مال اونایی که تیزتر بودن گفتن آره رئیس مثلا وقتشون نره این ساده درم گفتن نه میگو پس برو اول حضور بگی. بعد معروف از این جنایتکار این چنینیه. ببینید تو این جریان در جریان قتل عثمان یه مرتبه یه عده چهره های انقلابی گرفتن، گندان مدافعین علی و زمینه های به قدرت رسیدن رو فراهم کرد. نمونه شده ببینید شخصیست به نام یزید ابن حجیه، این در عصر امیر شد حاکم ری. البته این هم منصوب مستقیم نبودن گاهی، یعنی استاندار منطقه رو
امیرالمومنین نصفش میکرد، او هم شهرهای زیر مجموعیش رو نصف میکرد. این آدم با خوارج درگیر شد، با خوارج این منطقه درگیر شد و همه رو سرکوب کرد. وقتی همه اینا رو سرکوب کرد، تمام انبار اینا رو اسم خودش تصاحب کرد. خبر به مرکز رسید که این یارو اینجوری عمل کرده. امیرالمومنین یه مأمور فرستاد، گفت میری اینو دستگیرش میکنی میاریش. شخصی به نام سهر فرستاد، گفت میری این حکم عزلش دستگیرش میکنی بعدش میداری میاریش. این آمد تو منطقه شما، ببینید از کوفه آمده تا ری، آمد اینجا یارو دستگیرش کرد، خب داره میبرشه به طرف منطقه. از ایران که رد کرده توی منطقه عراق، یک شب تو خواب این یارو از خواب این مأمور استفاده کرد. زعیم خواب بود، این هم از خواب استفاده کرد، فرار کرد. فرار کرد، رفت به حکومت معاویه پناهنده شد. بعد تو حکومت معاویه که پناهنده شد، همون اندل ورود یک قصیده بسیار مفصل یعنی این امیرالمومنین گفته و همونجا رسما اعلام میکنه که من جز مخالفینشم. تا پایان اونش عمل کرده. شام و معاویه هم پناهگاه تمام فراریان و حکومت علیه، یعنی همه ضد انقلابی اون حکومت علی رو معاویه ساپورت میکنه، خط میده، جریان میده. یعنی اگر باباش ابو سفیان در زمان پیغمبر پناهگاه همه مخالفان پیغمبر بود، او هم اینجوریه. اصلا عجیبه، هر کس با علی مشکل پیدا میکرد اونجا پناهنده میشد. رسما هم گاهی میگفتن، میگفتن میریم، میگفت حتی برادر علی عقیل سر اون قصه پناهنده شد به معاویه. گفت میرم، گفت برو، من که سر اجرای قانون با کسی تعارف ندارم. حالا علی روحیاتش متفاوته، اونجا هم که میره حتی گاهی درگیر میشه با معاویه که مناظراتش اصلا با معاویه خیلی معروفه، یعنی آدمی بود از نظر شخصیتی به هر حال بچه ابو طالب بوده. گرچه علی بعدا مجبور شد برگرده. عجیبتر اینه که هر کس هم میرفت بعد از یه مدتی، اونایی که مشکل فکری نداشتن ولی یه اشتباهاتی براشون پیش آمده بود برمیگشتن. حالا یه نمونه از همینه که رفته برگشته رو ببینید. نجاشی یه آدمیست، شاعر، اون روزها شعر بزرگترین قدرت رسانه‌ای بوده و شعرها نقش بسیار مهم می‌داشتن. این با زبان شعر از امیرالمومنین دفاع می‌کرد. سر راهش نشستن این جریان‌های خلاف، به گونه‌ای فریب شدن. روز ماه رمضان همینجور بنده خدا روزه داشت، کجا راه میرفت، یکی از این رفقای سابق سلام علیه چطوری چه خبر بریم خونه ما، گفت نه میخوام بریم مسجد، گفت آره بدونید نداره، بردش خونه و هی تحقیقش کرد، وسوسش کرد که بابا حالا یک کبابی با هم میخوریم دیگه، حالا روزه هم عیب نداره، بعدا یه جوری حلش میکنیم. کباب رو خورد، وقتی داشت کباب میخورد، خب کباب تنها نبود دیگه، مشروب رو هم آورد، مشروب رو هم خوردن. این نجاشی که بی تجربه بود تو مشروب خوردن زیادی بود، مست کرد و آمد تو خیابون. تو خیابون که آمد مامورای علی گرفتنش، آوردنش پیش امیرالمومنین. امیر دستور داد زندانیش کنن تا فردا صبح. خبر پخش شد، قبیله نجاشی به حمایت نجاشی برخاستن، آمدن پیش حضرت امیر. شب آمدن پیش حضرت امیر که این آبروی ما میره، اون دیگه حکم اجرا میکنم. دیدم با علی که نمیشه، رفتن پیش مالک رو واسطه کردن. به مالک گفتن ببین رفیق، هر جوری هست کنار بیا. گفت دست من نیست. بعد از ملاقات با مالک دو مرتبه رفتن پیش حضرت امیر. حضرت امیر فرمود برادران من چرا اینجوری مقاومت میکنید؟ یک گناهی مرتکب شده، در شریعت حدی داره، ما حدش رو میخوام بزنیم. نجاشی رو هم دوستش داریم، همکار ما هم هست. آمد بیرون، به علی چیزی نگفت، به مالک گفت که با تمام قبیله هم کوچ میکنم به شام. گفت به هر کجا میخوای برید. گفت پس حالا که اینجوره فردا خواهید دید کی برنده است. فردا امیرالمومنین نجاشی را آورد، به قنبر دستور داد، قتل جاری کن.
قنبرم احساساتی شده بود. حضرت بعد از اینکه 80 تا رو زد گفت بزن. زد که 20 تا اضافه زد. قنبر آشنا نبود با حکم کرد همینجوری علی کشکی میگه بزن. اونم احساساتی شد از 100 تا اضافه کرد 3 تا اضافه زد. یک مرتبه بعد گفت چه خبره؟ دست نگه دار. نجاشی رو بلندش کرد گفت پاشو. به قنبر گفت بخواب. تازیانه رو داد به دست نجاشی گفت بزن این ستا رو. این ستا رو که زد نجاشی حرکت کرد گفت اون 80 تا حق شهرین بود، اون 20 تا رو برای چی زدی؟ گفت این 20 تا به خاطر اینکه حرمت ماه رمضان رو شکستی، اون مال این. برگشت گفت میرم به معاویه پناه میگیرم. گفت خوش آمد. همراه همه قبیله شرکت کرد. از اون طرف هم جاسوس های معاویه گزارش دادن که نجاشی کذا و کذا داره میاد. معاویه به یکی از شعراش دستور داد گفت یه قصیده ای میخوام راجع به نجاشی بگیم، وقتی وارد میشه به این کاخ اون قصیده رو بخونه. خبر دادن که فلان روز نجاشی وارد میشه، کاخ هم خودش آماده کرد بود برای استقبال از نجاشی. نجاشی که وقتی وارد شد به معاویه سلام کرد، این شاعر معاویه حرکت کرد اون قصیده رو خوند. اوائل قصیده تقریر از نجاشی بود، اواخرش توبین به امیرالمومنین بود. تا شروع کرد به علی توبین کردن نجاشی همونجا ایستاد گفت رفیق صبر کن، اینجوری که تو میگی نیست، ما بد بودیم نه علی بد باشه، ما نتونستیم عدالتش رو تحمل کنیم، علی عادل به تمام معناست. همونجا دو تا بنشر گفت ما رفتیم رفیق، اینجا به درد ما نمیخوره. ولی ببینید این پناهندگان همشون میرفتن تو این بخش زن دوزان. ببینید از اون تیپ دارید تا این تیپی که مأمور علیست اما میرن دیگه. یه تیپ دیگه هم تو این بخش هستن که باز ببینید واقعا عجیب بود. یعنی الان اگر شما ببینید متاسفانه اینجوریست دیگه، بسیاری از مخالفین نظام اسلامی اونهایی هستن که نظام اسلامی منافعشون رو تهدید کرده و الا حرفی برای گفتن ندارن. یا جلو چپاولش گرفته و فراغون داریم الان. همه الان اینایی که من دارم میگم قصه تاریخ نیست، قصه روز جامعه ماست. منطقه تطبیقش رو نمیتونم تطبیق کنم به دلایلی، اما پره از اینهایی که فقط برای چپاول سرمت آمدن، هیچ اعتقادی هم با خدا و پیغمبر نداره. توی یه جلسه به یکی از مسئولین حدود دهه 60 یک کسی بهش گفت خجالت بکش. با کمال وقاحت بهش گفت اصلا من فقط برای جمع کردن سرمت آمده میگستیم. مسئول خرید خارجی بود در یه بخشی بعد از یه مدتی خیلی گندش در آمد که دستگیرش کردن، بعد اون رفیق ما برگشت ما امروزش نیست، این آدمی بود که الانم میگفت. در حکومت امیر یه بخشی از مخالفین جدی علی کسانی هستن که با عدالت علی مشکل دارن، نه با خود علی، که اگر علی عدالت رو بذاره کنار خیلی هم رفیقم با علی. اما اینا مثلا دو گروهشونه، یه گروه دیگهشون اینجوری نیست، یعنی نه امتیاز ویژه‌ای میگرفتن چون جزء بنی امیه نبودن در زمان عثمان و نه هم به دلیل اون سابقه میتونستن خودشون رو جزء یاران علی جا بزنن. به هر حال جا زدن حساب کتاب داره دیگه، یا باید یه سابقه ای داشته باشه. این نمونه امرآس از این طیفه. امرآس به دلیل اینکه جزء بنی امیه نیست از اون امتیازات ویژه برخوردار نیست، ولی از اون سابقه ای که امرآس داره تو حکومت علی نمیتونه خودشو به عنوان یار علی جا بزنه، ولی بسیار آدم چیزیه در نقش در قتل عثمان نقش داره. ولی به محض اینکه خانه عثمان محاصره شد از مدینه رفت، خیلی حساب شده عمل میکرد. یه ملکی داشت در شام، رفت اونجا همتقیه خوش آبا هوا، رفت اونجا تا آبا از آسیا بیفته. مرتب هم این گزارش ها رو دریافت میکرد که حوادث مدینه چجوریه.
تا گزارش رسید که علی به قدرت رسیده. امراض دو تا پسر داره، یکیشون مثل خودشه، یکی آدم بسیار متدینی، واقعا آدم متدینیه. یه غلامی هم داره، اون در چیزی و ذکاوت مثل خودشه، در بیدینی هم مثل خودشه. وقتی امراض رفت اونجا، بعد از این حوادثی که اتفاق افتاد توی جمل هم نقش نداره امراض، یعنی هنوز داره سبب سنگین میکنه که تو این جریان سیاسی باید طرف کی رو بچسبه. اما بعد از شکست جمل معاویه دید به این آدم احتیاج داره، به این فکرش. خیلی آدم تیزی بود. یه نامه ای نوشته، اینا دو اسناد تاریخیه، اونایی که اهلش هم برن مطالعه کنن این نامه هم راست رو. یه نامه معاویه، نامه اولی بهش نوشته، در اون نامه اول از امراض خیلی تعریف میکنه که تو صحابه جلیل پیغمبری، تو فرمانده سپاه جیش الاسره، تو چنینی، تو چنینی، تو چنانی. بعد از این تجلیل خیلی حساب شده میاد امراض رو تحریکش میکنه علیه علی که این خلیفه مظلوم کشته شده، چنین چنان، ابوالحسن چنین کرده، چنین کرده، چنین کرده، من به یاری تو احتیاج دارم. این نامه که آمد، پاسخ این نامه رو میگم، پاسخ این نامه عجیبه. من توی یکی از نوشته هام آوردم، اهل سنت هم توی کتاب های منابع توی آوردم، خوارزمی توی منابعش آورده، بقیه هم آوردن. یه نامه ای امراض در پاسخ این نامه به معاویه میگوزه. تو این نامه عجیب این آدم و بیدینی خدا نکنه سراغ انسان رو بگیره. تقریبا تمام آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین نازل شده رو تو این نامه میگه. اول خیلی زیرکانه، اما این که تو میگی من صحابه جلیل پیغمبرم، قصه تمام شده رفته. اما این که میگی من چنین بودم چنان بودم، تمام شده. اما این که میگی علی حسادت ورزیده نسبت به عثمان و چنین چنین، علی اینجوری نیست. علی کسی است که آیه نما در شأنش نازل شده، علی کسی است که آیه تکفیر نازل شده، علی کسی است که آیه فلان نازل شده، علی کسی است که پیغمبر اون حدیث گفته، علی کسی است که پیغمبر اون حدیث گفته، علی کسی است که پیغمبر. عجیبه، تو همین نامه به معاویه میگه ما در زمان پیغمبر مرارن به علی سلام کردیم بندان امیر المومنین. این حرفا رو بذاریم کنار. اونم میدونه، هم امراض میدونه معاویه شدیدن بهش احتیاج داره، هم معاویه میدونه که به این احتیاج داره. سر معامله، سر نرخ دعوا دارن. نامه اول معاویه میخواد مجانی امراض رو تصاحبش کنه. وقتی پاسخ نامه برای معاویه، معاویه نامه رو خوند مشاورین، به یکی از مشاورینش گفت که نظرت چیه؟ خب این حرفا مال تبلیغاته، تو الان که میبینی تن نمیده، با چرا تن میده؟ با چه کارش کنی؟ گفت امراض دنیا طلب، دنیا پیشنهاد بهش کن، بیا حق بزنی. نامه دوم رو که نوشت، پیشنهاد کرد که بهت احتیاج دارم، بیا کمک کن، هر استانی هم که دلت میخواد بیا بگیر. وقت آمدن سر میز مذاکره، جور دیگر نمید خیلی تیز. با این که رهی بشن آدم تیزی است دنیای سیاست، ولی در این حال نتونست سر امراض رو کلا بذار. امراض رو معامله سلیم هم برگشت، رو ببین تو به من احتیاج داری، منم میفهمم. حتی این نامه وقتی آمد که میخواست حرکت کنه به طرف شام، اون شب تا صبح خوابش نبود، همینجوری راه میرفت. با اون دو تا پسرش مشورت کرد چی میگید. اون پسری دینداره عبدالله برگشت گفت این کار رو نکن، نامادت ندارید. خب خب فکرتو برای خود. اون یکی دیگه گفت، گفت چی میگید؟ گفت دنیا در انتظارته. آمد
این غلامش گفت فلانی نامه آمده از ماریه، این نامه از نظرت چیه؟ اونم خیلی تیز و ماهرانه گفت که مدت ها قبل منتظر این نامه بودی، چرا معطلی دیگه؟ گفت خدا بکشه تو رو، دیگه تو چی میفهمی؟ حرکت کرد تا صبح یه شعر رو هم یه زمزمه میکرد که بین بهش و جهنم خودم رو میبینم، اگر ترم طرف علی اینه، اگر طرف ما بودرم اینه. یعنی صبح نمازشو کن، سوار اسبش شد، بریم وردان غلامش رو بریم. وقتی آمد تو شام پای میز مذاکره که نشست، ماهیه میخواست نیست رو بیاره پایین، گفت یک کلمه فقط مصر. گفت اون سنگینه، گفت هیچ راهی نه. گفت بسیار خوب، پس شروع کن. گفت نه، اول بنویس. گفت نه، رفیق ما هم دیگه دیگه. گفت نه خیر، بنویس اول. گفت نه، حتی حکم اولی رو ماویه عبارتی رو به کار بود که عبارت دو پهلو بود. امراض هم اونجا گوری برگشت بود ببخشید عوضش کن، این عبارت به درد نمیخوره. خب این آدم اعتقادی نداره ممکنه. حتی یه بار ماویه بهش گفت بیا یه سوالی صادقانه از این سوال بکنم درست الان جواب بده. گفت بگو. گفت واقعا میخوام بفهمم تو این دعوا طرفدار من یا طرفدار علی؟ گفت راستش اگر میخوای من نماز رو پشت سر علی میخوانم، شامم هم میام سر صبح تو میخورم، یه عصر بستم. یه حالا خیلی دل جوش میزنه که بفهمی که من اینم. خب همیچی آدمی شما نباید ازش انتظار داشت باشید که با علی همکاری بکنه. منتها این حسابی با ابن ملجم احمد فرق داره. این از اون پشت همه عملیات رو طراحی میکنه، اون موقع یه سنبازی عمل میکنه. این در واقع این هم یه جریانیش که توی این قصر دخالت دارن، ولی وقت هم داره تمام میشه. ببینیم این جریان‌های تندی که در حادثه شهادت امیر نقش داشتن، به گونه ای عمل کردن که امروز صبح دیگه حادثه اتفاق افتاد، اون چیزی که منتظرش بود. ولی خود امیر با توجه به قرارینی که در اختیارش بود از پیغمبر، این ماه رمضان رو میدانست ماه رمضان پایان عمرش رو میدونست، داشت بچه هاش رو آماده میکرد که اینها آماده این فاجعه باشن، قافل گیر نشن. از این جهت روز 13 ماه سخنرانی بود، یه مرتبه وسط سخنرانی یه نگاهی به این طرف این برکت دیگه مونسن نشسته، یه نگاهی به این طرف این برکت دیگه مونسن نشسته، رو کرد به امام حسن صدا زد یا آقا محمد امروز چند روز از ماه رمضان رفته؟ خب اصلا این سوال اگر کسی آشنا نباشه با ادب علی، خب این سوال یعنی چه؟ علی روزه میگیره، معنا داره کسی که روزه میگیره ندونه این روزه چند نمارم تونه؟ گفت آقا 13 روز گذشته. یه نگاهی به این طرف کرد، حسین گفت یا آقا عبدالله چند روز دیگه مونده؟ گفت آقا 17 روز مونده. یه نگاهی به جمعیت کرد، سنی ازش گذشته، 63 سالشه، محاسنش سنی شده، یه دستی به این محاسنش کشید، گفت کجا از کن عشق الاشق یا که بیاد این رو از کن به سر خدا و برای اینکه بچه هاش ببینه علی رو و ببینه همه رو این ماه رو انسان رو ماه رمضان رو علی قرار داشته بود، هر چقی خانه یکی از بچه هاش میره امشب رو بطن برسون اون بگرزم میگه چفتی نوبت من بود صبر رو فهم کردم، منتظر بودم بابا بیاد و بعد اما شروع کرد به نماز خوندن، نماز خون خون بعد اما سر صبر نشست که نگاهی به صبر کرد تو صبر من فقط دیده تا قرز نان جو بوده یه کمشیر و یکی نمک، این نگاه معناوری به من کرد گفت دخترم که تو ببینی که تو صبر بابا و
دو رقم خورش باشه، یه رقمش رو بر رو میگه تا دسته با بردم نمک رو بردارم، گفت نه شیر رو بردار. شیر رو برداشتم، برداشت سه لقمه فقط نان جو با نمک رو خورد، حرکت کرد. گفتم بابا چرا راحت ها نمیکنی؟ گفت دخترم امشب اون شب رو بوده، میخوام با شکم خالی رو ملاقات کنم. یعنی این جمله اولین ترک گرگر ریسی عریزن به خوب گلسو حرکت کرد، شروع کرد به نماز خوندن. بعد از یه مدت این نماز آمد تو حیات دوری زد یه آسمان نگاه کرد، انا لله و انا الیه راجعون. خوب گلسو موقع گفت بابا چیه؟ گفت امشب شبشه دخترم، من دروغ نگفتم، پیغمبر به من دروغ نگفته، همه یه قرائن نشون میده امشب شبشه. بابا پاره بند نزد، گفت نه دخترم پاره بندی. دو مرتبه باز نماز خوند، باز دو مرتبه همین که را بندی تو حیاتی دوری زد آمد باز این نال الله دلو. اون بگرسون رب خانه ما بسر رو خبر کرد، زینب رو هم خبر کرد، امام حسین رو هم خبر کرد. این آمدن تو خانه اون بگرسون همینجوری جمع بودن، فکر میکردم که این حرفای علیتان از دیگه صبح شد، اما از دیگه صبح شد آمد که حرکت کنه طرف مسجد. امام حسن آمد جلوش گرم، گفت بابا اجازه بده همراه بیام. گفت پسرم به حق پدری که به گردن دارم برگرد تو خانه حق نداری بیاد. این که شما ببینید در هنگام حادثه بچه های علی نیستن که من اجازه ندادیش کرد بیاد، همینجور روانی خانه شد که بیاد بیرون. به بچه ها گفت نیاد. نوشتن تو خانه با گلسون چند تا مرغابی بود، اینا آمدن شروع کردن پروار زدن، داد و فریاد کردن. با ایستاد نصیحت این هم با گلسون نصیحت کرد، گفت دخترم اینا ایوانا یه زمان بسته گرد، یا امیر آغاز آمده یا آزادشو کن. رفت جلوتن کمرمند علی به درگیر کرد، اصلا زمان و زمین همه منتظر آمیزن، اما همه میدارن وقتی کمربندش باز شد یه دو تا شعر همون یا گم گم علی کمرتو مردانه ببر. بعد یه جمعه این گم خلو سبیل مومن المجاهدی، راه رو باز کنید برای این مرد میدان رد که میخواد به استقبال شهادت بره. اما روانه شد آمد تو مسجد یه اذانی گم، وقتی خودش ازم میگم این صداش همه یه مردم کوبه میشنیدن، بچه های علی هم صدای ازم رو شنیدن، آرام گرفتن که بابا هنوز زنده. لحظاتی نگذر که وقتی رو دیدن صدا بین زمین و آسمان بلند شد، آیا اهل العالم متعلیه بالمرتضا. کنار بسترمش، کنار بسترم از عشق میده تر نکنی، کنار بسترم از عشق میده تر نکنی. به پیش چشم یتیمان پدر پدر نکنی، توان دیدن عشق یتیم در من نیست، نثار جان عزیزان شرر نکنی. دستم حسینم ز کوچه ای که گرفتن راه مادر زنان، تمام عمر از آنجا چو من گذر نکنی. به پیر مرد جزانی سلام مر ببری، زیر بغل بابا را گشتم
اما فرو زمن نجش بار تمام روحه طبیب آمد و زخم سرم را طبیب آمد و زخم سرم را مسوزان قلب زیر دخترم را طبیب اما لا يومك يوم